13 فوتبالیست از بازی محروم شدند. تا الان 13 نفر از گواهی‌هایی که صادر شده بود، کارت‌هایی که دریافت کرده بودند و مدارکی به دست ما رسیده بود دارای اشکالاتی بود که اون اشکالاتشون رو هم بررسی کردیم و 13 کارت رو ابطال اعلام کردیم. کسانی که کارتشون ابطال میشه ما به فدراسیون اعلام میکنیم، به وزارت ورزش هم اعلام میشه، دیگه جلوگیری میشه از بازیشون، برگه اعزام هم براشون صادر میشه و قاعدتاً بعد به سربازی برن. و اگر اینجا هم سازمانی بهش برخورد بکنیم که تخطی کرده بشه، در چارچوب قانون باش برخورد بشه. مسئول برگزاری رقابت‌های لیگ برتر هم برای این 13 نفر خط و نشون کشید و گفت به محض اینکه سازمان نظام وظیفه به طور رسمی اسامی رو به ما اعلام کنه، این 13 نفر رو محروم می‌کنیم. اصلا تیمشون رو که نمیتونن همراهی کنن هیچی، بلکه اینکه برن تو تیمای نظامی هم اینجوری نیست، چون به هر حال نقل انتقالاتی قانون داره، موعدش گذشته. ظاهرن بازیکنای بزرگی هم توی این لیست هست. بله قطعاً بازیکنای بزرگ در تیم‌های پرطرفدار. تیم‌های پرطرفدار شهرستانی، تهران همه هستن و بازیکنایی که سابقه ملی هم دارن. یه خود تلخ میکنه قضیه رو دیگه. به حال این اتفاقات اصلا فوتبال رو تلخ میکنه. من فکر میکنم به سلامت فوتبال داره لطمه وارد میاد و توهین شده. ما به سهم خودمون از طرف سازمان لیگ پرونده های اینا رو به کمیته انضباطی خواهیم داد.